انگیزه تشکیل انجمن هنرمندان خلاق ایران به این نیت و باور بود که حمایت بشن. این ژانر ما به اصطلاح بتونه آن خاستگاه و حلقه‌های گمشده تاریخ هنر جهان رو روایت کنه. با 5 جشنواره که در طول ایران در طول این سالها برگزار کردیم و بیش از 40 نمایشگاه گروهی و انفرادی تلاش کردیم که به اصطلاح این گونه هنری رو معرفی کنیم. در طول این سالها ما بیشمار به شناسایی عزیزانی پرداختیم که در روستاها گرفته و شهرهای مختلف ما به ما معرفی شدن. به این میدون که مکاشفات میدانی ما عزیزان رو آشنا میشیم و در جشنواره ها معرفی میکنیم. دوران کودکی اسباب بازی لوکس نداشتیم، با اسباب بازی با گل بود و با گل روستایی بودیم. رنگار عنوان نقاشی مثلا بعدها دیگه بزرگ شدیم، دیگه دشت خبری نبود و گل خبری نبود، نقاشی کردیم. اون گلا رو، اون طبیعت و اون مثلا زیبایی رو رو کاغذ آوردیم، رو بوم آوردیم، ماسه و سیمان و کاغذ و مچاله میکردیم، خمیر درست میکردیم، اینجور چیزا رو درست میکردیم. حرفای دلم هم مینوشتم و میریختم زیر فرش. یه روز داداش من که تو این کارا هستش اومد خونه ما، وسایل من دید، گفت اینا حیف همینجوری میری. گفتم با چیکار کنم؟ گفت بابا یه نفر هست شما رو دوره هم جمع میکن و کاراتون رو نمایش میذاره. خدا رو شکر شعرام جمع شد، یه کتاب شعر به نام مگه کبیر چی میخواد چاپ شد. تابلوهام هم که خیلی هم فروش رفته، خیلی هم هست. و برای تولید کارهاتون جایی هم آموزش دیدین از ابتدا یا نه؟ نه، نه سواد دارم، نه مدرسه رفتم، نه کلاس رفتم، نه هیچی. حتی شعرم هم میگفتم بچه هم مینوشتم، خودم سواد نداشتم. من نقاشی میکنم و نقش های روی سنگ رو در میارم، اینا رو به تصویر میکشم و رنگ میکنم. یک خبرنگاری در ساری با کارهای من آشنا شد، از اینا فیلم برداری اینا کرد و تو روزنامه نوشتن. بعد توسط دخترم تونستیم به اینجا به اصطلاح راه پیدا کنیم. اولین بار فقط با سنگ اومدم، حالا این دفعه نقاشی هم آوردم که به اصطلاح دیگه جزء انجمن رسمی شدم. من الان حدود 5-6 سال این کار انجام میدم. اولین باری که میخواستم انجام بدم، یک روز یه سنگ خیلی توجهش به من جلب کرد. نگاهش کردم ببینم شبیه سر یه حیوانه، پرنده، از این پرنده. بعد از سه طرف این شبیه یه سر مثلا یه حیوان، یه پرنده، یه چیز دیگه. اینو گرفتم، شستشو دادم و رنگش کردم و دیدم چقدر خوب شد، خوشم اومد. یواش یواش یه سنگ و دو سنگ و فلان اینا، الان من حدود 200 خوری سنگ دارم. تمام نقشاشو در آوردم، همه رو رنگکاری کردم، الان یه سریش آوردم اینجا. من حدوداً 3 ساله که شروع کردم به نقاشی کشیدن. تو انجمن اینا نبودم، توی گالریا میذاشتم نقاشی ها، گالری های انفرادی اونجا نقاشی همون بودن تو گالری ها. من هیچ جای نقاشی نرفتم جایی که یاد بگیرم، همینجوری خودم شروع کردم. هرچی کاغذ باطل اینا جلو من بود، همینجور روش با خودکار، با ماژیک، هرچی که جلو دستم بود کار میکردم. یواش یواش دخترم گفت نقاشیات خوبه. یعنی خانمم اول من تشویق کرد، یه دفترچه خرید، یه دفترچه چلبر، گفت که نقاشی بکش که یادگاری بدیم به بچه ها. نصفش که کشیدم دخترم گفت آقا این تو چی داری این کار میکنه؟ از این کاغذها خرید و گفت که خب نقاشی تو اینا بکش. هم شروع کردیم و بعد یه صفحه برامو باز کرد و گالری ها هی دیدن و گفتم بیار تو گالری. یه بودیم گالری دلگشا، اونجا یه مدتی هم چند تا انفرادی گذاشتن و از جاش هم میفروشیم.
روی کرده ما حمایتی هست. قطعا اگر ما موزه دائمی داشته باشیم، ببین ما سالهاست هر جشنواره من در یک مکان و لوکیشن روایت شده و بیش از 40 نمایشگاه گروهی و انفرادی ما که مثل یه خانه به دوش بچه ها رو فراخوان میدیم، از این مکان به اون مکان کوچ میکنیم، مهاجرت میکنیم برای اینکه نذاریم صرفا منقرض بشه. آیا جایی هست از دستگاه‌های متولی مثل میراث فرهنگی، دفتر هنرهای تجسمی یا وزارت فرهنگ و ارشاد یا حتی ایکوم ایران که این هنرمندان رو در واقع حمایتشون بکنه؟ بله، توی این سالهایی که انجمن تشکیل شده، سازمان محترم یونسکو در کنار ما بوده، میراث فرهنگی در کنار ما بوده، کمیته ملی مزایران، من خود ما انجمن عضو ایکوم ایران هستن و عضو شورای بین‌المللی ایکوم فرانسه هستیم، در کنار ما ابعاد معنوی رو خیلی خوب روایت شده و در کنار ما بودن و حامی بریم حوزه و عرصه. ما به زودی این ژانر خودآموختگی رو در یک پیکره جهانی رقم خواهیم زد. همه رایزنی های این موضوع رو با خود یونسکو، با میراث فرهنگی، با کمیته ملی موزه‌های ایران و فرانسه کاملا مو به مو روایت شده، تایید قرار گرفته و قطعا میره که به جایگاه ایمنتری نزدیک بشید. برای ما فکر یک مکان بکنن. من مجوز گرفتن مکان رو از میراث فرهنگی به اصطلاح کشور دارم. خوشبختانه سالهای خیلی دور از پژوهشگاه میراث فرهنگی مجوزش رو دارم. از ایکوم مجوزش رو دارم. اینا ابعاد نظری موضوع تعریف شده. فقط مکان ما میخواییم. مکانی در اختیار من اعلام شده در پامنار 8000 متر داره سقفش خراب میشه. من بعد با میلیاردها تومان هزینه کنم اینو بازسازیش کنم. با تشکیل موزه دائمی هنرمندان خودآموخته ایران تسهیل میشه این رویکرد.